سرخط مهمترین های امروز. بسیج نهادهای امنیتی بر حرکت های طالبانی. شورای امنیت ملی به تمام نهادهای امنیتی دستور داده است که طالبان را نابود کنند. زموږ لومړیتوب فعلا جګړه ده او د افغانستان د خلکو څخه دفاع ده. کسانی که جنگ میخواین به اونا باید جنگ شد. اقتصاد نامشروع هزینه جنگ افغانستان. یافته های یک پژوهش تازه نشان میدهد که هراس افغانان از اقتصاد نامشروع هزینه جنگ را تامین میکنند. باعث تمویل گروه های مسلح و گروه های جرمی میکنند. نزدیکی چین و افغانستان در مبارزه با هراس افغانان. چین گفته افغانستان را کمک نظامی میکند. سلام بر شما، به مهمترین ها از یک خوش آمدید. من نصرت منصور تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم. ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شورای امنیت ملی روند صلح را پایان یافته می دانند و هشدار می دهند که از این پس طالبان در هر جایی که باشند مورد هدف قرار خواهند گرفت. ریاست اجرایی می گوید حکومت به این نتیجه رسیده تا زمانی که مخالفان سرکوب نشوند آنان به میز گفتگوهای صلح حضور پیدا نخواهند کرد. از سوی هم ریاست جمهوری فردا را ماتم ملی اعلام کرده و پرچم کشور به گونه نیمه برافراشته قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور همچنان از مردم خواست است برای دشمن مشترک بسیج شوند. نظرالدین مصلح. ظاهرا صداهای صلح طلبی حکومت ناکام شده و طرف های درگیر جنگ با حکومت و تمام این همه صداها با حملات مرگبار انتحاری و انفجاری پاسخ می دهند. اما حالا نماینده های نهادهای حکومتی اینجا در یک نشست مشترک خبری با یک صدا هشدار می دهند که از این پس در برابر طالبان هیچ انعطاف وجود ندارد و آنان نابود خواهند شد. در افغانستان ملی امنیتی ځواکونه د شفق په نامه باندې عملیات پیل کړی دي. دا عملیات په ټول افغانستان کې ډیر سره روان دي. د افغانستان سرتیرو ملی امنیتی ځواکونه په هر نقطه کې دشمن شزه پلی دي. کسانی که جنگ میخواین به اونا باید جنگ شوه. اینا باید نیست و نابود شوند. در هر جایی که هستن باید نیست و نابود شوند و تلاش بری شوه که دستاوردمان در جنگ باشه، در نبرد باشه. تا بعد از او اگر کسی اماده به گفتگوهای صلح بود بیای بپیونده، اگر نبود نیست و نابود شوه. در افغانستان حکومت دغه خلکو سره چی د افغانستان د خلکو پر وړاندې تروریستي عملو ته ادامه ورکوي سوله نه کوي، بلکې همغسې چې د افغانستان جمهور رئیس ویلی دي د سولې راتلونکي نقشه او لاره به د جګړې په ډګر کې د افغانستان مسلح قوتونه ټاکي. نو بنان زموږ لومړیتوب فعلا جګړه ده او د افغانستان د خلکو څخه دفاع ده. پس از رویداد خونین روز سه‌شنبه در کابل، اکنون رئیس جمهور در پیوند به این رویداد روز جمعه را ماتم ملی اعلام کرده و از مردم خواسته است برای مبارزه با دشمنانشان بسیج شوند. بر اساس هدایت رئیس صاحب جمهور، فردا بیرق تمام ولایات نیمه برافراشته قرار گرفته میشه. بسیج مردمی و حمایت از قوای امنیتی و دفاعی در تمام ولایات برگزار شوند. بر بودن گزارش های بسیاری عاملان ناامنی و انتحاری اکنون در زندان های کشور بسر می برند. عاملانی که گفته می شود به کیفر نرسیده اند. کاری که مردم را شوکه کرده است. اما حالا ریاست جمهوری انتظار حکم دادگاه را می کشد تا آنان را اعدام کند. کار محکمه است، این کار قضا است. اگر قضا حکم کنه ما خود اعدامش میکنیم. معاون اول ریاست جمهوری هم که به جوزجان رفته است هشدار می‌دهد که انتقام خون قربانیان حمله سه‌شنبه از هراس افغانان گرفته خواهد شد. ما هم تصمیم داریم انتقام و مردمی که در کابل به شهادت رسید و سربازا، ما تصمیم داریم انتقامش را بگیریم. این شاید شدیدترین واکنش حکومت افغانستان به حمله روز سه‌شنبه طالبان باشد. حالا باید دید که حکومت افغانستان با این همه هشدارهای پی در پی می تواند انتقام خون قربانیان حملات هراس افغانان را بگیرد و آیا این همه نمایش های رسانه‌ای هستند برای خاموش ساختن خشم مردم؟
در این حال رئیس جمهور به وزارت داخله دستور داده تا به هر گونه یک ممکن است باید امنیت شهر کابل تامین شود. همزمان وظیفه عامر حوزه اول و 5 مسئول امنیتی دیگر این حوزه در پی حمله رأس افغانانه سه‌شنبه در کابل به حالت تعلیق درآمد. وزیر داخله هم تاکید دارد حمله به شهرها آخرین تلاش های رأس افغانان است و با ایجاد کمربندهای امنیتی و افزایش گشت زنی ها امنیت کابل را جدی خواهند گرفت. حمله انتحاری خونین سه‌شنبه کارکردهای نیروهای امنیتی در شهر کابل را زیر پرسش برد. هرچند این نیروها طرح حمله های زیاد را خنثی کردند، حالا رئیس جمهور به وزیر داخله دستور داده است که به هر راه ممکن امنیت شهر کابل باید تامین شود. انتظار مردم کابل و مردم افغانستان و خصوصا و انتظار و امر ادایت سرقماندانی اعلای نمی است که نمی لحظه ما از اموجه آمده دیروز هم در می رابطه بود. کابل باید در حد آخرین تلاش باید در تامین امنیتش قماندانی امنی زون 101 و پلیس کابل با تشریک مسایی باید تلاش بکنند. وزیر داخله هم اینجا در نشست با مسئولان پلیس کابل تأکید دارد که باید گشت زنی ها افزایش یابند و کمربند های امنیتی هم بیشتر شوند. وزیر داخله حمله اخیر طالبان به کابل را آخرین تلاش های رأس افغانان برای ایجاد ترس و کشتن مردم بیگناه میگوید. این آخرین تلاش هایش است که انجام میدهند. اگر ما خدا بخواهد همین رقمی که برادرها و همسنگرهای شما در سنگرها رویارویی در نبرد در برابر دشمنای مردم افغانستان استاده هستند، جنگ میکنن، او که در سنگر روی روی جنگ میکنن، ما باید هم در کابل بر تامین امنیت مردم ما آخرین تلاش خدا باید انجام بدیم. از سوی همین وزارت وظیفه عامر حوزه اول امنیتی را با 5 مسئول دیگر این حوزه به حالت تعلیق درآورده است. ریاست تفتیش این وزارت نیز وظیفه گرفته است تا غفلت پلیس در این مورد را بررسی کند. صدها تن از باشندگان ولایت غور با محکوم کردن حمله انتحاری اخیر در کابل حمایت و پشتیبانیشان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند. این اشتراک کنندگان میگویند اگر طالبان دست از کشتار شهروندان نکشند، مردم در کنار نیروهای امنیتی استاده و به سرکوب طالبان خواهند پرداخت. باشنده های غور از طالبان میخواهند که دیگر دست به کشتار غیر نظامیان نزده و راه صلح را به پیش بگیرند. این اشتراک کنندگان نیروهای امنیتی را تقدیر نموده میگویند تا پای جان با آنها در جهت تامین امنیت همکاری خواهند کرد. موقف مجتمع اصلاح طلبان افغانستان مشخص است. در صورتی که مخالفین مسلح به صلح روی نیارند و با آبادی و انکشاف افغانستان فکر نکنند، طبیعتا مجتمع اصلاح طلبان افغانستان در صورت ضرورت در کنار نیروهای امنیتی خود خواهد بود. فرمانده پلیس ولایت غور با محکوم نمودن حمله اخیر طالبان به پایتخت تعهد می سپارد که دهشت افغانان را نابود خواهد کرد. والی غور هم بر عین موضوع پافشاری دارد که از وجب وجب خاک ولایت پر افتخار، خاک سرزمین قهرمان خیز افغانستان، نیروهای امنیتی دفاع خواهند کرد. ما وعده میتیم برای تمام فامیل شهدا که ما نیروهای امنیتی آماده هستیم از قطره قطره خونی از یا انتقام بگیریم. باشنده های غور با محکوم کردن رویداد سه‌شنبه کابل میگویند اگر طالبان از جنگ دست نکشیده و آرامش مردم را برهم بزنند، اینها در کنار نیروهای امنیتی خود ایستاده و از سرزمینشان دفاع میکنند. جریانات مالی نامشروع ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان را به چالش کشیده است. یافته های تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که زورمندان و افراد با نفوذ سیاسی با استفاده از رشوه و قاچاق مواد مخدر بخش عمده این جریانات مالی را تشکیل می دهند. رئیس اجرایی دیدبان شفافیت می گوید که حتی رأس افغانان نیز از همین مجرا تمویل می شوند. تمیم شهیر گزارش می دهد. تا 65% بخشای مالی کشور را جریانات مالی نامشروع تشکیل می دهد و سالانه افغانستان میلیاردها دلار را از دست می دهد. پژوهش تازه‌ای که از سوی دیدبان شفافیت افغانستان صورت گرفته نشان می دهد که سیستم حواله دریچه‌ای شده برای رد پولهای سیاه و مواد مخدر به خارج از کشور. سیستمی که از آن هیچ گونه نظارت صورت نمی گیرد و تنها 20% خدمات مالی ثبت می شود. که در نتیجه با استفاده از این پولها گروه های جرمی و حراس افغانان فعالیت هایشان را در کشور به خوبی ادامه می دهند. این پولها پس به یک شکل راه خود را به داخل افغانستان پیدا می کنند و باعث تمویل
گروه های مسلح و گروه های جرمی می شود. مثلا 70 میلیارد دلار که در سال 2014 میلادی از طریق تولید و قاچاق مواد مخدر به دست آمد، پس از پولشویی وارد سیستم قانونی مالی کشور شد. از این پولها بیشتر حراس افغانان سود میبرند و امنیت کشور را به چالش میکشند. به همین گونه افراد زورمن و بانفوذ به سادگی میتوانند میلیون ها دلار را وارد جریانات مالی کشور بسازند. فقط 20% حوالداران یا افرادی که خدمات پولی را ارائه میکنند در کابل، فقط 20% از اونا ثبت و رجستر شدند و 80% از اینا حتی رجستر نیستن. بنان نظارت از کار از اینا صورت نمیگیرد. نهادهایی که یا شرکتهایی که به نام ارائه کنندگان خدمات پولی ثبت شدن، حتی از اونا هم نظارت درست و دقیق صورت نمیگیرد. در نړیوال مالی و بانکی مقررات و پام که ننیول قوانین شته، ولی قوانین نعملی کیگی یا قوانین و مقررات تا پام نکیگی. د شرکتونو او یا ادارو چارنه د داسې چالو خوانه کیږي چې هغوی تعلیمي یا تحصیلي سطح ډېره ټیټه ده. افراد فاسد با استفاده از جریانات مالی نامشروع درآمدهای نامشروعشان را به بیرون از کشور انتقال می دهند و در کشورهای خارج سرمایه گذاری می کنند. تنها در سال 2011 میلادی از رای وی آی پی فرودگاه کابل 4,100,000,000 دلار بیرون کشیده شد و دولت هیچ نظارت از آن نداشت. فرمان تقنینی تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی به پارلمان فرستاده شده است. وزارت عدلیه می‌گوید آنان فرمان تقنینی تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان فرستادند، اما مجلس نمایندگان در این باره ابراز نظر نمی‌کند. نرگس هرخش گزارش می‌دهد. اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی رویایی که تاکنون به حقیقت نپیوسته است. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی چیزی که به جنجالی ترین موضوع مبدل شده است. اما ظاهراً تلاش ها بر این هستند که تا چند روز دیگر گره از این مشکل گشوده شود. وزارت عدلیه می گوید فرمان تقنینی تشکیل وظایف و صلاحیت کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی را به وزارت پارلمانی فرستاده است تا آن را برای تصویب به پارلمان بفرستد. اخیراً مایی را به وزارت دولت در امور پارلمانی غرض ارائه به شورای محترم ملی فرستادیم. شما میدانید وزارت محترم دولت در امور پارلمانی یک پلی از بین حکومت و قوه مقننه، تمام فرامین تقنینی و قوانین از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی باید به پارلمان بره. با گفته وزارت امور پارلمانی، این فرمان برای رایگیری به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. اما مجلس نمایندگان در این باره ابراز بیخبری می کند. این فرمان تا هنوز رسمان با ما اول دادن شده. قرار از من روزه و این فرمان در سایوان در تغییر تشکیل و صلاحیت یا در فرمان در قانون تشکیل و صلاحیت و وظایف کمیسیون ها باشد، شما حق تحلیل داره، حق هر گونه رأی و نظر داره، سرشتمند بحث خواهیم کرد. نهادهای ناظر انتخاباتی اما نسبت به این موضوع خوشبین به نظر نمی رسند. خوشبین به این نیستیم که به زودترین فرصت این فرمان به ولسی جرگه برای رأی اعتماد بره و به زودترین فرصت در آجندای ولسی جرگه قرار بگیره و رأی اعتماد بگیره. مسئله اینجا هست که حکومت افغانستان اراده قوی برای اصلاحات انتخاباتی متاسفانه نداره. دیده شود که این فرمان از سوی نمایندگان مجلس تایید خواهد شد یا نه. در گذشته مجلس نمایندگان چندین فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را رد کرده است.
رقابت های بدمنتون نونهالان و نوجوانان منتخب کابل با شناسایی 24 چهره برتر به پایان رسید. در این مسابقات بیش از 40 ورزشکار در رده های سینی نونهالان و نوجوانان از 4 روز به این سو با هم پیکار کردند که سرانجام امروز با شناسایی 2 چهره برتر به عنوان نفرات اول در 2 رده سینی به پایان رسید. از سوی هم انصاری تاج الدین سفیر اندونزیا در افغانستان میگوید که کشورش آماده است که فدراسیون بدمنتون افغانستان را کمک و همکاری نماید. از اینکه در اینجا حضور دارم و با بازیکنان جوان افغانستان به ویژه بازیکنان بدمنتون دیدار میکنم بسیار خوشحال هستم. امیدوارم بازیکنان بدمنتون افغانستان همانند بازیکنان اندونزیایی در بخش بدمنتون در جهان اول شوند. من بازیکنان افغانستان را در آموزش بدمنتون کمک و همکاری خواهم کرد. مسابقات بدمنتون منتخب بچه ها البته از 4 روز قبل شروع شده بود که امروز خوشبختانه به دور فاینال راه پیدا کرد و ما می خواهیم که چهره های نخبه را به تیم منتخب کابل انتخاب کنیم و بعدا به انقریب مسابقات انتخابی تیم ملی اینا بتوانند در او شرکت کنند. اولین دور کارگاه آموزشی مربیگری جمناستیک امروز در کمیته ملی المپیک آغاز شد. در این کارگاه بیش از 20 ورزشکار از باشگاه‌های پایتخت برای 3 روز از سوی این فدراسیون برای آموختن و دانستن قوانین جدید اشتراک کردند. قرار است این ورزشکاران بعد از پایان کارگاه نظری در یک دور سیمینار عملی که از سوی این فدراسیون راه اندازی می شود اشتراک کنند. از همراهیتان به این مجموعه خبری سپاسگزارم. خدا نگهدار.